من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا. موضوع سوره تبوک و غزوه تبوک بود که آیاتی قبل از این در رابطه با اون جریان خواندیم و این مطلب هم گذشت که در جریان تبوک با توجه به اینکه جیش العسره بود و غزوه العسره بود، غزوه بسیار سختی بود، بسیاری از دستها رو شد، منافقان دستشان رو شد، مشخص شدند ایمان ظاهری و ایمانی که از روی نفاق بود و همچنین مخلصین هم معلوم شدند، مؤمنین مخلص که جانانه آمدند به میدان و دفاع کردند. لذا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتند برای منافقان سخت بود، همه بهانه آماده می کردند، معذرت خواهی آمده می کردند و بهانه های واهی پوچ خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم می آمدند. قبل از اینکه اونها بیایند الله تعالی جلوتر به حبیبش خبر داد یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، زمانی که شما برگردید به سوی آنان از غزوه تبوک، از جنگ تبوک، آنها برای عذرخواهی می آیند پیش شما، برای عذرخواهی می آیند. اما زمانی که برای عذرخواهی آمدند شما به آنان بگویید که خدای عزوجل از طریق وحی به ما خبر داده، حقیقت را گفته، اصل جریان چی هست الله تعالی بیان فرموده، لذا نیازی به عذرخواهی شما نیست. قل لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید، لن نؤمن لکم ای لن نصدقکم، ما تصدیق نمی کنیم شما را، تایید نمی کنیم حرف شما را، شما خلاف میگید. میگویند که جد ابن قیس با حدود
70 نفر از منافقان اینها یک بار آمدند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم نپذیرفتند و الله فرمودن بگویید که قد نبأنا الله من اخباركم، خداوند اخبار شما را به ما گفته، به ما اطلاع داده حقیقت چیه، واقعیت چیه. و سیر الله عملکم و رسوله، و تنها اون چی که در گذشته شما انجام دادید نه، بلکه در آینده هم خدای تعالی میبیند. سیر الله عملکم و رسوله، الله هم عمل شما را میبیند، رسولش هم عمل شما را میبیند. منظور اینه که در آینده میبیند یعنی چه؟ مفسرین گفتند که اشاره است به این که بستگی داره آینده شما که آیا توبه میکنید یا نه. یعنی فی المستعنف اتتوبون من نفاقکم ام تقیمون علی، در آینده آیا از نفاق توبه میکنید یا ادامه میدهید به نفاق. لذا الله عز و جل میبیند، ای اتنیبون عما انتم علی ام تثبتون ام تتوبون، اتتوبون عما انتم علی، از نفاقتون توبه میکنید یا میخواید ثابت قدم بمانید بر نفاق، ثبات داشته باشید. لذا سیر الله عملکم و رسوله، الله عمل خودش را و رسول صلی الله علیه و سلم هم عمل شما را، الله عمل شما را و رسول عمل شما را خواهد دید. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، این تنها برای منافقین که در تبوک نفاق از خود نشان دادن نیست، برای هر کس است. الله اعمال شما را میبیند، سپس شما به اون ذاتی که عالم غیب و شهادت است، غیب و ظاهر را میبیند، عیان و نهان را میبیند و عالم هست، به درگاه اون عالم شما برگردانده میشوید. فینبئکم بما کنتم تعملون، او شما را خبر میدهد به آنچه که شما عمل میکردید. آیا اعمال شما از روی نفاق بوده یا از روی ریا بوده؟ سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم. خب این عذرخواهی، این سوگند که اونها میخورند، بهانه هایی که اونها میارند برای چی هست؟ الله میفرماید شما که برگردید ای پیغمبر من، سیحلفون لکم، ان قریب اونها برای شما سوگند و حلف میخورند. اذا قلبتم الی، وقتی که به سوی اونها برگردید، هدفشون اینه که لتعرضوا عنهم، از اونها اعراض کنی، ملامتشون نکنی. الله تعالی به پیغمبرش میگه اینا ارزش ندارن که شما اینها را ملامت کن. فاعرضوا عنهم، از آنها اعراض کن. انهم رجس و مأواهم جهنم، علت اینه که اینها رجسن، ناپاکند. کفر رجس هست، نجاست هست، و جایگاهشان جهنم هست. جزاء بما كانوا يكسبون، جهنم جزای آنها هست به خاطر اعمالشان، آنچه که کسب کردند. باز هم تکرار، یحلفون لکم لترضوا عنهم، آنها سوگند میخورند تا که شما راضی بشید از اونها. الله میفرماید شما اگر راضی بشید، خدا که راضی نمیشه. گاهی افرادی هستند که به دروغ قسم میخورند که پیغمبر را راضی کنند، عالمی را راضی کنند، پدرشون را راضی کنند، کسی که در رأس هست راضی کنند. خب از اون جایی که اون شخص علم نداند، علم غیب ندارد، چه پیغمبر باشه، چه یکی از اولیا باشه، از علما باشه، چه کسی که در رأس امور ما هست و امور به او بستگی دارد، اینا غیب نمیدانند، شاید باور کند و راضی بشه. اما الله که راضی نمیشه. این نکته خیلی مهم است. بس انسان باید راهی را انتخاب کند که اصل رضایت
حق و رضایت رب العالمین در آن باشد. الله می فرماید فَإِن تَرْضَوْ عَنْهُمْ، اگر تو راضی باشی از آنان، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللهی که عالم غیب هست راضی نمیشه از قوم فاسق، این قومی که از دین خارج شده به سبب فسق، خدا از اونها راضی نمیشه. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلموا، چند دسته بودند از منافقان، الله تعالی همه دسته ها، همه گروه ها را در اینجا یادآوری می فرماید. بعضی از اونها اعرابی ها بودند. اعراب به دهاتی ها میگند، به کسانی که در جنگل ها زندگی می کنند، در روستاها و در کوها زندگی می کنند، معمولا اهل بادیه، اهل روستا، از نظر علم، از نظر دانش، از نظر دین نسبت به اهل شهر خب کمتر هستند، به خاطر اینکه اونجا امکانات علمی کمتر هست، امکانات آموزشی کمتر است. لذا طبیعتا منافقینی که در روستاها بودند، در جنگلها زندگی می کردند و اونها هم از ترس خودشان اظهار ایمان کرده بودند، اونها نه اینکه به در این جنگ شرکت نکردند، بلکه سخت بغض داشتند با اسلام، با مسلمانان، با رسول الله. الله تعالی درباره اون اعراب دعای اینجا بیان می فرماید الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر، اعرابی ها اشد هستند از نظر کفر، از نظر کفر سخترند، این مرض اولشان کفر شدید، و نفاقا و از نظر نفاق هم سخترند، و اجدر الا یعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، این مرض دوم جهالت، و اجدر یعنی سزاوارتر، لایقتر به اینکه الا یعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، ندانند اونها حدودی که خداوند بر رسولش نازل کرده، احکامی، مسائلی که خدا بر رسولش نازل کرده، اعرابی ها ندانند اینا، چون که با توجه به کمبود امکانات دیگه بیشتر نمیدانند. والله علیم حکیم، خداوند نسبت به این اعرابی ها داناست و الله اگر مؤاخذه نمی کند حکمت ها وجود دارد. همین اعرابی ها هرگاه که گفته می شد انفاق کنید در راه خدا، انفاق را برای خودشون تاوانی می دانستند، از ترس اینکه لو نرند، کسی فکر نکنه اینا منافقند، گاهی می دادند، ولی این دادن را برای خودشان تاوانی می دانستند، جریمه می دانستند. این صفت را باید یک مسلمان داشته نباشد. مسلمان هر وقتی که زکات می ده، زکات را تاوانی نداند، با افتخار بده، با طیب نفس بده. اینا صفات اهل نفاقند. الله می فرماید و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، بعضی از اعراب هستند آنهایی که یتخذ ما ينفق مغرما، آنچه که خرج می کند آن را مغرم و تاوانی می پندارد و می گیرد، و یتربص بكم الدوائر، مرض دیگریشون اینه که همواره منتظرند برای شما حوادث را، از خدایشون هست که حادثه‌ای برای شما اتفاق بیفته، تمنا میکنند مشکلی پیش بیاد، مصیبتی بیاد. علیهم دائره السوء، الله میفرماید که این مصیبت بد بر آنان باد. و دائره السوء، مصیبت بد هم بود، همیشه خداوند به مسلمانان فتح و ظفر میداد، اونها ناراحت می شدند، بر اونها سنگین تمام می شد. والله سمیع علیم، الله تعالی شنوا هست و علیم، الله تعالی همه چیز را دانا هست، همه چیز را می داند، آنچه که در قرآنش بیان می کنه حقایق هستند. اما وقتی که بحث اعراب آمد، شاید کسانی که در روستاها، در
حواشی در اطراف زندگی میکنند، شاید این فکر بکنند که همه اونها این صفات و این شرایط را دارند، از علم محرومند، از دادن در راه خدا محرومند، اگر خرج بکنند این را برای خودشون تاوانی میدانند. الله تعالی استثناء میکند، گروهی از اعرابی ها را الله تعالی تعریف میکند، بعضی مؤمن مخلصند، واقعی هستند، در دهات زندگی میکنند، در بادیهان زندگی میکنند، اما الله گواهی میده و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، این بشارت است همراه با مدح و تعریف اونها. بعضی از اعراب اونایی هستند که ایمان به خدا و روز آخر دارند، یعنی ایمان به توحید دارند و ایمان به معاد دارند. و یتخذ ما ينفق قربات عند الله، آنچه که خرج میکنند این را وسیله قربت خدا میدانند. فکر میکنم ما که خرج میکنیم به خدا نزدیک میشیم، قرب رب حاصل میشه، و صلوات الرسول، و آنچه که خرج میکنم موجب دعای رسول میشه، پیغمبر برای اونها دعا میکند، پیغمبر خوشنود میشه. آیا واقعا چنین میشه؟ الله میفرماید الا انهم قربت انها قربت لهم، خبردار آنچه که خرج میکنند قربت برای اونها میشه، موجب قرب آنها به الله میشه. معلوم میشه که صدقات مالی انسان را به خدا نزدیک میکنه، چون که نوعی به نوعی صفت الله هست، الله هست که میده، الله هست که همیش بر بندگان میریزه، انفاق میکنه. سیدخلهم الله فی رحمته، این بیان قربت است، اینا که قربت خدا را حاصل میکنند. یعنی چه؟ الله میفرمای حتما انها را خدا در رحمت خاص خودش داخل میگرداند. ان الله غفور رحیم، بدون شک خدای عز و جل بخشاینده و مهربان است. خب در معرکه تبوک بنده عرض کردم چندین نوع از افراد بودند. یک گروه منافقین بودند که ما تا به حال درباره منافقین اوصافشان را خواندیم، باز هم میخوانیم. اما مخلصین هم بودند که ذکرشان تا حالا نیامده، اینجا ذکر مخلصین هست، صحابه‌ای که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. الله تعالی اونها را توصیف میکند و بعد جایزهشون که بهشت خدای تعالی است اون را برایشون بیان میکند. یک گروه اینها هستند. گروه دیگه از صحابه مخلص بودند که اونها کوتاهی کردند، درباره اونها هم بیان میفرماید. بعض اونها دو گروه هستند، یک گروه زود توبه کردند و زود توبهشون پذیرفته شد، یک گروهی تأخیر کردن توبهشان دیر پذیرفته شد که درباره اونها عرض میکنند. الله میفرماید و السابقون الاولون من المهاجرین. ببینید تمام صحابه را دربر میگیرد، درباره اصحاب پیامبر الله عزوجل وقتی که صفات بیان میکند صفات به صورت کلی هست، در برگیرنده همه هست، هیچ استثنایی و هیچ قرینه‌ای وجود نداره که یک بخش خاصی باشد. السابقون الاولون، تمام کسانی که سبقت کردند، اونهایی که اولون بودند، من المهاجرین والانصار، از مهاجران و انصار، گرچه بعضی ها السابقون الاولون من المهاجرین را گفتند، منظور از اینها اونایی هستند که در بدر همراه بودند، بعضی گفتند اونایی هستند که در حدیبیه همراه بودند. در بدر 313 نفر بودند، 70 خورده مهاجر بودند، بقیه انصار بودند. در میان مهاجرین خلفای راشدین مهاجرین و انصار عشره مبشره بودند. در حدیبیه هم 1400 نفر بودند، همه بودند مهاجرین و انصار. و از انصار اولون، بعضی میگویند انصار چون که در
دو نوبت و بعضی میگن در سه نوبت آمدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم در عقبه، در لیلۃ العقبه بیعت کردند. بار اول و سال اول که آمدن 7 نفر بودند، سال دوم آمدن 12 نفر بودند. اینها با رسول الله بیعت کردند، 2 زن بودند، 10 تا مرد بودند. و از رسول الله اینا برای موسم حج آمده بودند و از رسول الله رسما دعوت کردند که شما اگر اینجا در تنگنا هستید، ما در مدینه و در یثرب، مدینه بعدا اسمش گذاشته شد، یثرب بود، ما در یثرب آمادگی داریم، هر نوع پذیرایی از شما با جان و مال از شما ما محافظت میکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پذیرفت و بعد از اون صحابه را قبل از اون به طرف حبشه میفرستادن که خیلی دور بود، اتیوپی امروز، افریقا، و بعد از اون صحابه را اشاره کرد به طرف مدینه طیبه برن. بار سوم که آمدند 70 نفر بودند، اینها با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردند. لذا بعضی میگویند که این 70 نفر مرادند، ولی حقیقتش اینه که اولون و چه مهاجرین چه انصار همین ها هستند، اما والذین اتبعوهم به احسان شامل بقیه هم میشه. لذا الله می فرماید السابقون الاولون، آنهایی که سابقین بودند، از بقیه پیشی گرفتند و اول اول بودند. اول این امت ابو بکره، در هر صورت مصداق اولش ابو بکر است. من المهاجرین والانصار، از مهاجران و انصار، والذین اتبعوهم به احسان، آنانی که پیروی کردند با اخلاص، از صحابه پیروی کردند، رضی الله عنهم و رضو عنه، الله راضی است از آنان و آنان راضی اند از الله عز و جل. و در این بهشت روحانی و معنوی هست، رضای الله بالاترین چیز. بهشت را اگر می خواهیم هم به خاطر رضای الله می خواهیم. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار، الله می فرمائے برای آنان الله آماده کرده جناتی، جناتی که جاری است از زیر آن نهرها، خالدین فیها ابدا، همیشه در آن بهشت میمانند. ذالک الفوز العظیم، این رستگاری، رستگاری بسیار بزرگی هست. لذا این ذکر صحابه بود، یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، و بعض هم ذکر اینها می آید. اما اطراف شما و اطراف مدینه طیبه الله تعالی بازم تذکر میده، بعضی از منافقین هستند. و ممن حولکم من الاعراب منافقون، ما حول شما، اطراف شما از اعرابی ها بعضی منافقون هستند. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، بعضی از اهل مدینه و از اهل یثرب هم اونها در بر نفاق تمرد کردند، سرکشی کردند. لا تعلمهم نحن نعلمهم، شما اونها را نمیدانید، پیغمبر خدا نمی شناخت مگر اونهایی که خدا اسامیشون را گفته بود. ما میدانیم. سنعذبهم مرتين، الله می فرماید ما اونها را دو برابر یا دو بار عذاب میدیم، یکی به خاطر نفاق، یکی به خاطر کمال نفاق. اینا منافق کامل بودند. ثم يردون الى عذاب عظیم، در آخرت اینا به سوی عذاب بزرگی برگردانده می شوند. اینها منافقینی که تخلف کردند. اما مسلمانان مخلصی هم بودند که تخلف کردند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، دیگرانی بودن که اعترفوا بذنوبهم، به گناهشون اعتراف کردن. مصداق این آیه بعضی از صحابه بودند
که تعدادشون را بعضی ها 10 نفر گفتند، بعضی 7 نفر، بعضی 6 نفر، بعضی 5 نفر، والله اعلم تعدادشون چند بود. در تفسیرها اعداد مختلفی آمده. اینها هم بدون عذر به جهاد نرفتند. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برگشتند، اینها خدمت رسول الله نرفتند، عذرخواهی نکردند، مثل منافقان بهانه‌های واهی نیاوردند. اینها مستقیم رفتند به مسجد النبی برای توبه و اونجا خودشون را به ستون‌ها بستند و گریه کردند، از الله عز و جل معذرت خواهی کردند. ماندند تا چند روزی، اما الله تعالی زود توبهشون را قبول کرد، توبهشون پذیرفته شد. خدای عز و جل به حبیبش دستور داد که اینها را شما بخواه و بعد از اون که آمدند صدقات از اینها بگیر. بنده قبلا هم عرض کردم که معلوم میشه که صدقه با توبه هم نسبت دارد. بسیاری از افراد گاهی مرتکب اشتباهی گناه میشوند، وقتی که توبه میکنند، در توبه خوب استغفار هم بخوانند، نماز هم بخوانند، صدقه هم بدهند. از همه عبادت ها الله تعالی خوشنود میشه و اصلش اینه که از اعماق دل توبه کنند و رجوع کنند. لذا درباره اینها خدای عزوجل به پیغمبرش توصیه می فرماید و آخرون اعترفوا بذنوبهم، آخرین هستند، دیگرانی هستند که اعترفوا بذنوبهم، آنان اعتراف کردند به گناهانشان، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، الله می فرماید اینها قاطی کردند عمل صالح را و آخر سیئا، و دیگه عمل سیئ، هم خوبی انجام دادند و هم بدی انجام دادند. یکی از افراد می گفت که در کتاب ها نوشته، من شنیدم که هر کسی را خدا در قرآن ذکر کرده، من تو قرآن رفتم ببینم نامی از من هست، آیا از اوصاف من هست، هر جا دیدم صفات اهل بهشت هست دیدم، گفتم که من که نیستم، من اینقدر خوب نیستم، صفات اهل جهنم هست، گفتم الحمدلله از اینها هم نیستم، کفر که ندارم، نفاق که ندارم، آخر این آیه را دیدم متوجه شدم بله این منم. الان تک تک ما وقتی که این آیه را، سوا از این که این آیه در رابطه با گروهی از مسلمانان که اشتباه کردند، ولی نگاه کنید اینها ما هستیم، اوصافی که در این آیه بیان شده ما هستیم. الله می فرماید و آخرون اعترفوا بذنوبهم، دیگرانی هستند که اعتراف میکنن به گناهانشان، خلطوا عملا صالحا، ای قد خلطوا، در حالی که غاطی کردند عمل صالح را، و آخر سیئا، و همچنین اعمال دیگر که سیئ هستند، هم عمل نیک دارند هم عمل بد دارند، هم طاعت و بندگی دارند هم گناه و اشتباه دارند. اما اینها که اعتراف میکنند، اینها که توبه میکنند، الله میفرماید عسى الله ان يتوب عليهم. قبلا ما خواندیم عسى به معنی شاید هست، اما وقتی که نسبت به خدا باشه به معنی وعده میاد. عسى الله یعنی وعده الهی هست. عسى الله ان يتوب عليهم، وعده الهی هست، ان یتوب علیهم، این که بر اینها رجوع کند، یعنی الله به رحمت به اینها رجوع می کند. ان الله غفور رحیم، علت این است چون که خدا بخشاینده و مهربان است، لذا الله توبهشون را پذیرفت. الان به پیغمبرش دستور میده، ای پیغمبر من، خذ من اموالهم صدقتا، بگیر از مالهای آنان صدقه، تطهرهم، آنان را پاک بگردان، و تزکیهم بها، به وسیله این مال تزکیه بکن اونها را، تزکیهم بها، یکی این است که خودشون را پاک بگردان و تزکیه بکن اونها را به وسیله مال، اخلاقشون را.
ببینید اخلاق هم به وسیله مال پاک میشه. چطور؟ بنده خدمت شما چند بار عرض کردم از روی آیات که بعضی از صفات نامناسب مثل بخل به وسیله صدقه دادن از انسان خارج میشه، از انسان فاصله میگیره. این تزکیه هست، یعنی انسان از صفات رذیله بدور بشه. پس یکی از صورتهای تزکیه صدقه دادن هست. و صل علیهم، ای پیغمبر من بر آنها درود بفرست، یعنی دعا کن. وقتی که مالی میدهند دعای خیر هم بکن. ان صلاتك سكن لهم، همانا نما دعای تو موجب سکون اونها میشه، اطمینان و آرامش اینها میشه. معلوم میشه که انسان وقتی که مال را بده در راه خدا یک مقدار سخته، بر دل ناگوار میشه، مال کلانی را داده، این مال را چقدر زحمت کشیدم، چقدر رنج، فایده من این الان دادم مفت. مقداری این شیطان وسوسه میکنه، بر دل ناگوار میشه. الله به حبیبش میگه شما وقتی که دعای خیر بکنید همون ناگواری دور میشه، سکون و آرامش میشه. لذا وقتی که میگی که خدا در عوض این مال به تو در بهشت بده، خدای عزوجل مالت را جانت را برکت بده، این وقتی که میگه اون صاحب مال چی میشه؟ اون آرامش پیدا میکنه، اون احساس میکنه در مقابل این به من چند برابر داره میرسه. لذا دعای تو ای حبیب موجب آرامش و سکون است برای آنان. والله سمیع علیم، خداوند هم سمیع هست، شنواس اعترافات را. کسی که اعتراف به جرم میکند خدا اعتراف او را میشنود. علیم ندامت ها را هم میداند. کسی که از ته دل پشیمان و نادم است الله میداند. باز الله تعالی ترغیب توبه برای آینده هم میده. این ترغیب توبه به اونها هم است، به من و شما هم است. الله میفرماید الم یعلمو، آیا بندگان نمیدانند؟ الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، آیا نمیدانند که الله اون الله قبول میکند توبه را از بندگانش؟ و یأخذ الصدقات، و صدقات را هم میگیرد، یعنی صدقه بده الله قبول میکند، توبه بکن الله قبول میکند. چرا؟ دلیلش و ان الله هو التواب الرحیم، چون که الله تواب است. تواب مبالغه است، یعنی به کثرت توبه پذیر، توبه را زیاد میپذیرد، هر توبه را قبول میکند، به شرط اینکه توبه باشد صدق دل باشد. به همین خاطر که تواب هست توبه ها را قبول میکند. الرحیم مهربان است، به همین خاطر که مهربان است صدقات را قبول میکند. و الا الله نیازی ندارد به صدقات شما، ولی مهربان است، برای شما به صورت مضاعف اجر می نویسد. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، حال الله می فرماید که عمل کنید، عمل کنید، ان قریب الله هم عمل شما را می بیند و رسول هم می بیند و مؤمنین هم می بینند. آیا اعمالتان اعمال نیک هست یا اعمالتان اعمال بد هست؟ وستردون الى عالم الغیب والشهاده، ان قریب شما برگردانده می شوید به سوی آن ذاتی که داننده غیب و شهادت است، هم ظاهر را می داند هم مخفی را می داند. فینبئکم بما کنتم تعملون، آن ذات شما را خبر می دهد به آنچه که شما عمل می کردید در دنیا، خدا به شما خبر می دهد. و آخرون مرجعون لامر الله،
گروه دیگر هستند که مرجعون لامر الله، امیدوار هستند به امر الله. گروه دیگر از مسلمانانی که اشتباه کردند، اونا امیدوارند که اما یتوب علیهم اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. خدا اونها را عذاب میده یا خدا اونها را توبهشان را قبول میکند. این گروه سه نفر بودند که در صفحه بعد الله تعالی توبهشان را قبول میکند. علی الثلاثه الذین خلفوا، اون سه نفری که اونها تخلف کردند. الان فرق بین این گروه و گروه اول چیه؟ گروه اول زود توبه کردند، اینا دیر توبه کردند. والفرق بین القسم الثانی و بین هذا الثالث، بین دومی ها که زود توبهشون قبول شد و بین این سومی این هست که ان اولئک سارعوا الى التوبه، اونها زود به توبه رفتند. و هؤلاء لم يسارعوا اليها، اینا زود نرفتند، درنگ کردند و امروز و فردا کردند. بین این گروه و بین گروه اول فرق این هست که گروه اول زود، گروه دوم زود توبه کردن، گروه سوم دیر توبه کردن. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید این آیات و آیات بعدی که در صفحه بعد میان درباره سه نفر هستند: حضرت کعب ابن مالک، حضرت مراره ابن ربی و هلال ابن امیه رضی الله عنهم، که داستانشون بسیار عجیب است. من داستانشون را به صورت مختصر عرض می کنم و بعدا به آیات می پردازیم. این سه نفر، این روایتی که آمده در حدیث هم آمده، در احادیث به تفصیل آمده، از زبان حضرت کعب هست. یکی از همین سه نفر کعب ابن مالک، ایشون می فرماید که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلام کرد برای تبوک، من آمادگی کردم، مثل بقیه منافقین نبودم که آمادگی نکنم. من کاملا آمادگی کردم، اسبم را آماده کردم و توشه راهم را آماده کردم، اما توفیق همراه نشد و تنبلی باعث شد که امروز و فردا بکنم. به این صورت که گفتم اسب من اسب تندرویی هست. اونها یک منزل دو منزل برند، یک منزل منظور اینه که یک روز میرم بعد استراحت میکنم بعد میرم، یک منزل دو منزل که برم من با اسب تندرو سری میرم به اونها میرسم. لذا مشغول باغم شدم، مشغول میوه ها و خرمه ها شدم، هی این لحظه و اون لحظه میکردم، این ساعت و اون ساعت میکردم، تا اینکه از قافله عقب ماندم. گاهی انسان کمی تنبلی بکند، برای هر کاری، برای جهاد، برای نماز، برای روزه، برای راه خدا، هی لفت بده این ساعت و اون ساعت بکنه، محروم میشه. لذا میگه که من چون لفت دادم، این ساعت و اون ساعت کردم، آخر توفیق یار نشد و من محروم ماندم، از این جنگ ماندم. دو نفر دیگه از همراهانم که بعداً من مطلع شدم، من از اونها خبر نداشتم، حضرت هلال و حضرت مراره، اونا هم همچنین عذری ما نداشتیم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، ما خدمت رسول الله رفتیم، دیدیم منافقین هر یکی سوگند میخورند، قسم میخورند، دروغ میگویند و عذر میارند. ما هم میتوانستیم این کار را بکنیم ولی نکردیم، از خدا ترسیدیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از من پرسید که کعب شما چرا نیامدی؟ من گفتم یا رسول الله، سوگند به اون ذاتی که جانم در قبضه قدرت او هست، اگر من بخواهم بهانه بیارم و خلاف بگم، دروغ بگم، من بلدم، من اینقدر بلدم که شما را راضی بکنم، اما خدا را چه بکنم؟ خدا را نمیتونم ناراض بکنم. لذا یا رسول الله، هیچ دلیلی نبود، من بی جهت شرکت نکردم،
میخواستم شرکت بکنم، تنبلی بود، کسالت بود، دیگه دلیلی نداشتم. اون دو نفر دیگه هم مثل من اقرار کردند که دلیل برای شرکت ما نبود، ما کوتاهی کردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادند که پس شما منتظر باشید، خداوند درباره شما چه فیصله میکند. میگه ما بلا تکلیف ماندیم، بقیه رفته بودند، خودشون را فورا به ستونها بستند و اونها تکلیفشون روشن شد. الله گفت که صدقه هم ازشون بگیر، توبهشون هم قبوله، در جماعتت قرار بده. اما ما بلا تکلیف بودیم. بعد از اینکه بلا تکلیف بودیم، وقتی که از محضر رسول الله بلند شدیم، متوجه شدیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود با اینها قطع رابطه بکنید. خدا میخواست تنبیه بکند، گوشمالی بده تا برای بعدیها هم درسی باشد. لذا رسول الله دستور داد که با اینها قطع رابطه بشه، هیچ کس با اینها صحبت نکنه. میگوید که هیچ کس با ما صحبت نکرد. لذا ما هر جا می رفتیم کسی صحبت، حتی تو خونه زنها با ما صحبت نمی کردن. همسر ما، همسر من، همسر اون دو نفر با اونا صحبت نمی کردن. اما اون دو نفر خیلی ناراحت بودند و اون دو نفر هر دو تو خونه هایشون ماندند، اصلا از خونه خارج نشدند. در طول این مدت منتظر بودند تو خونه، دعا و گریه و زاری و توبه. اما من میگه که مقدار بیپرواتر بودم، خارج می شدم، می رفتم بیرون. لذا هر جا می رفتم می دیدم، تو بازار می گشتم، کسی با من صحبت نمی کرد. مسجد اونا نمی آمدند، اونا دیگه تو خونه نماز می خواندند. مسجد من می رفتم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نشسته بود، من تا وارد می شدم سلام می گفتم، نگاه می کردم آیا لبهای مبارک تکام می خورد. می دیدم هیچی نیست، غمناک می شدم، دیدم هیچ جواب مرا نمی ده. فقط همینقدر می دیدم که وقتی به نماز می استادم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با گوشه چشم مرا نگاه می کرد. لذا می گه پریشان، ناراحت، روز به روز پریشانی بیشتر می شد. یه روز پیش پسر عمویم رفتم، ابو قتاده، که هم پسر عمویم بود، هم عاشق هم دیگه بودیم، خیلی هم دیگر را دوست داشتیم، خیلی با هم صمیمی بودیم. انسان ها دارن تو زندگیشون کسانی را که با اونها صمیمی و بیپرده صحبت میکنن. لذا ابو قتاده چنین بود، به اصطلاح محلی جانجانی بود و با من صمیمی بود، حرفای دل هم را به هم دیگه میگفتیم. ابو قتاده تو باغش داشت کار میکرد، من از روی دیوار آمدم بالا رفتم، دیدم ابو قتاده، گفتم سلام، سلام گفتم، السلام علیکم، جواب نداد، رویش را برگرداند. تعجب کردم، گفتم این که پسرموی من است، این چرا؟ آمدم پایین تو باغ، گفتم که تو را به خدا سوگند میدم، مگه تو نمیدونی من خدا را و رسول خدا را دوست دارم؟ مگه تو هم فکر میکنی من منافقم؟ فقط یک جواب داد، گفت الله اعلم، خدا بهتر میدوند، جواب نداد. اینطور باید باشه انسان، محبت هم به خاطر خدا باشه، بغض هم به خاطر خدا باشه. الان چون دستور از خدا رسیده، از رسول الله رسیده، لذا این صمیمیت و این پسر عمو بودن و این رابطه خاص با هم داشتن، این دیگه فراموش شده، دستور خدا داره اجرا میشه. لذا میفرماید که خلاصه ناامید شدم، آمدم خونه ام آمدم، باز هم ادامه دادم، توبه و دعا و گریه و زاری. و روز بعد باز آرام نیامد، آمدم بیرون خانه، آمدم رفتم تو بازار گشتم، هر جا میرفتم پیش صحابه، پیش یاران رسول الله، هیچ که با من صحبت نمیکرد، فقط میگشتم، یک گشتی میزدم و به خانه میآمدم. دیدم یک غلام نبطی از شام میگه که عین کعب ابن مالک، از بازاری ها میپرسه که کعب ابن مالک کجا هست. کسی اشاره کرد به طرف من، گفت اون داره میره.
این نبتی که از طرف شاه غسان آمده بود، حامل پیامی بود، حامل نامه‌ای بود، آمد خودش را به من رساند و نامه را از جیب در آورد به من داد، گفت که این نامه را شاه غسان فرستاده برد. تو این نامه بود که ما شنیدیم که صاحب شما و همراه شما شما را رها کرده، لذا اگر میای پیش ما، ما آمادگی داریم، فالحق بنا، به ما ملحق باش، پیش ما بیا. میگه چنان من ناراحت شدم، چنان آشفته شدم که داشتیم که میرفتیم نزدیک تنوری بود، روشن بود، من این نامه را تکه پاره کردم جلوی همین غلام نبتی تو تنور انداختم و گفتم که این جواب شاه غسانت. او را به این صورت با خشونت جواب دادم و خودم بعد بی اختیار فریاد زدم که خدایا الان مسئله کعب به جای رسیده که کفر در او امید کرده، امید کفر را دارد، کافرها هم الان انتظار دارن که ما دین خودمون را رها بکنیم، لذا مسئله سختتر شد و نمیدونستیم چه کار بکنیم. 40 روز گذشت، در همین اثنا 40 روز گذشت. روز 40 رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادن که زنهای اینها هم از اینها جدا بشند، برند خونه های ورثه خودشون، پدرشون، برادرشون، با اینها زندگی نکنند. زنها رفتن کسب تکلیف کردند، گفتن یا رسول الله آیا جدایی با طلاق یا جدایی بدون طلاق؟ رسول الله فرمود نه، جدایی بدون طلاق، فعلا برید تکلیف شما روشن بشه. لذا زنهای ما هم از ما جدا شدند و زنم گفت من میرم، دستور داده، من گفتم برو. زنم رفت، مرا تنها گذاشت تو خونه، فقط زن حضرت هلال ضعیف، خود حضرت هلال ضعیف بود. زنش آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله کسی نیست تو خانه خدمتش بکنه، خودش پیر هست مقداری و اگر من خدمتش را نکنم، نانی آبی چیزی بهش ندم، خطر هلاکتش هست. آن حضرت فرمود استثنان تو بمان تو خونه، ولی یک کلمه باش حرف نزن، فقط هر چیزی جلوش بگذار و بعد برو. فقط زن حضرت هلال تو خونه ماند، زنهای ما دو نفر دیگه رفتند، ما تو خونه تنها بودیم. 10 روز دیگه بغیر از گریه هیچ کاری نداشتیم. چنان شد که زمین بر ما تنگ شد. قرآن هم میگه حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین با وجود فراخی بر این 3 نفر تنگ شد. لذا تا اینکه روز 50 فرا رسید، 50 روز بود روزی که توبهشون قبول شد و پذیرفته شد، بعد از کلی گریه، بعد از کلی زاری، تضرع. حضرت کعب میگه که من پشت بام خانه هم نشسته بودم و نماز میخواندم و بعد از نماز داشتم اورادی میخواندم، ذکر میکردم، خدا را یاد میکردم که در مسجد النبی به رسول الله صلی الله علیه وسلم مژده داده شد که توبه ایشان قبول شد. میگه که اونجا رسول الله به صحابه اعلام کرد که توبه کعب قبول شد. صحابه میگه آمدن که مرا مژده بدن، مرا بشارت بدند. 2 نفر میخواستن زودتر بیاند، یکی از جبل سلع از همون جا فریاد برآورد ابشر یا کعب، کعب ابن مالک مژده باد تو را. یکی دیگه بر اسبش سوار شد، تند دوان دوان آمد، خودش را به من رساند. من متوجه شدم چیزی شد، ندونستم چی. زود از خانه، از پشت بام آمدم پایین، میخواستم بدونم چه خبره، میخواستم به اون طرف برم که اسب سوار آمد، صحابی بود،
گفت الان رسول الله خوش خبری داد، توبه شما پذیرفته شد. کعب میگه من اینقدر خوشحال شدم، اینقدر احساساتی شدم، نمیدونستم به این چی بدم. میگه که همین پیراهنم را، دیگه چیزی نداشتم، پیراهنم را، ازاری که به عنوان پیراهن پوشیده بودم به او دادم، گفتم بگیر مال تو. مستحب بسگاهی انسان را کسی مجده میده انسان چیزی بهش بده، ولی گفتم الان چون ندارم به من اجازه بده که من با این پیراهن میخوام خدمت رسول الله حاضر بشم، شرفیاب بشم. میگه که رفتم خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و وقتی که سلام گفتم دیدم چهره اش مثل ماه چارده می درخشد و خوشحال است. آثار خوشحالی را بر چهره مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشاهده کردم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به من جمله ای گفت، فرمود ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، مژده با تو را، خوشخبری برای تو، به چنان خیری که بخیر یوم مر علیک، چنان روز خیری که، چنین روزی از روزی که مادرت تو را به دنیا آورده چنین روز خوش ندیدی که امروز است. واقعا میگه از روزی که از مادر آمده بودم اینقدر خوشحال نبودم که اون روز خوشحال شدم. لذا گفتم که یا رسول الله، من خدا را سپاس میگویم، شکر خدا به جا می آورم، اما اون چیزی که باعث غفلت من شد مال بود، باغ بود، سرمایه بود، من الان خدمت شما هر چی که سرمایه دارم میخوام وقف کنم در راه خدا، دیگه چیزی نمیخوام. اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم نپذیرفت، گفت نه، بخشی برای خودت نگه دار، محتاج مردم نباش. گاهی انسان احساساتی میشه، باید به فکر خودش، زن و بچهش هم باشد. رسول الله نپذیرفت، از ایشون هم، از یک صحابی دیگه که دو باغ داشت میخواست بده کل سرمایش، رسول الله گفت نه، یکی برای خودت نگه دار، یکی را بده. به این هم گفت بخشی برای خودت نگه دار. گفت پس زمین های خیبر که زمین های خوبی بودن اونا را برای خودم نگه دار میدارم، بقیه تمام باغات خودم را میدم در راه خدا. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه وقتی که توبه اش پذیرفته شد، به شکرانه این توبه باغات خودش را، اموال خودش را صدقه کرد در راه الله. لذا الله عز و جل درباره این گروه سه نفره می فرماید و آخرون مرجون لامر الله، گروه دیگری هستند که مرجون، امیدوارند، لامر الله، برای امر الله، اما يعذبهم و اما يتوب عليهم، یا اینکه خدا آنان را عذاب میده یا اینکه خدا بر آنان رجوع میکند، توبهشان را قبول میکند. والله علیم حکیم، الله علیم هست، دانا هست، کارهایش با حکمت است. اینجا توبهشون هنوز قبول نشده، فقط خداوند تذکرهشون میکنه. اینها امیدوار هستند که در آینده با اونها چه میشه. بیانگر پذیرش توبه اونهاست با چه کلماتی. الله تعالی آخر توبه همه را قبول می کند. اما گروه دیگر از منافقان هستند که مسجد ضرار را درست کردند، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا. به صورت مختصر داستان اینها را هم بشنوید. شخصی بود به نام ابو عامر راهب که این شخص در جنگ حنین یکی از سرکرده ها بود، گرچه از عرب ها بود اما از انجیل را، فرد باسوادی بود، انجیل را مطالعه کرده بود و از انجیل متأثر شده بود، مسیحی شده بود. زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم حنین را فتح کرد، این ابو عامر از اونجا گریخت، رفت به طرف شام. شام خب در دست رومی ها بود، همه مسیحی بودند،
از اونجا توطئه می کرد بر علیه رسول الله. فرد باسوادی بود و یکی از محرکین بود، برنامه ریزی می کرد، توطئه می کرد و می خواست لشکری را بر علیه پیامبر آماده کند، تا اینکه ناکام شد، ناموفق شد. اما ابتدا پیغامی فرستاد به منافقین مدینه که گفت که من از قیصر روم بر علیه مسلمانان تقاضای کمک کردم، او به من قول همکاری داده، من دارم برنامه ریزی می کنم، از شما که در درون هستید از شما هم می خوام با من همکاری بکنید. اولین کاری که می کنیم، من پول می فرستم، شما اونجا مسجدی درست کنید به نام مسجد، تا اینکه ما افراد ما بتونن، من نماینده هم می فرستم در داخل مسجد، راحت فعالیتمون را داشته باشیم. و از اونجا برنامه ریزی از درون می کنیم، بعد من از بیرون برنامه ریزی می کنم و ما یک نهضتی، یک حرکتی به راه می اندازیم. در درون مدینه استقبال شد، منافقین پذیرفتند و در نزدیک محله قبا، مسجد قبا، در همون محله، مسجدی با فاصله اندک با مسجد قبا، اینها درست کردند و روی مسجد کار کردند، مسجد را زود ساختند و به رسول خدا گفتند که قبا از ما فاصله دارد، ما میخواییم اینجا نماز بخوانیم، لذا شما تشریف بیارید و در مسجد ما تبرکن افتتاحش بکنید. میخواستند مهر تایید را هم از پیغمبر خدا بگیرند. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم داشت به طرف تبوک میرفت، این زمانی بود که آمادگی برای تبوک بود. آن حضرت فرمود باشه، من میرم به تبوک، میرم به جنگ تبوک، میریم غزوه تبوک، از اون طرف که برگشتیم نماز میخوانیم. آن حضرت وعده دادند که نماز بخوانند. رفتم به طرف تبوک، در برگشتن الله عزوجل این آیه را نازل فرمود. یک نکته از اینجا هم خدمت شما عرض کنم، بسیاری از اهل خرافات و بدعت درباره اینکه پیغمبر خدا علم غیب دارد گفتن که عالم غیب هست. وقتی که به اونها میگیم که خدای عزوجل در قرآن گفته که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، کسی بغیر از الله نه در آسمان ها نه در زمین غیب نمیداند، یا اینکه در آیه سوره اعراف هست پیغمبر میگوید ما خواندیم ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، ای پیامبر خدا به مردم بگو اگر من غیب میدانستم خیر زیادی برای خودم جمع میکردم. خرافاتی ها میگویند که این آیات در ابتدا بودن، آخر خداوند علم غیب به پیغمبر خودش داد، دلیلی هم ندارند. ولی ببینی این جریان مال آخر هست، مال جنگ تبوک هست. جنگ تبوک سال 9 هجری اتفاق افتاد، سال 10 هجری رسول الله وفات کرد، یک سال بعد از این. اگر پیغمبر غیب داشت چطور به اونها وعده می کند که من از تبوک برگردم، من نماز می خوانم؟ پیغمبر اینقدر نمی داند که این مسجدی نیست، این مرکز تخریب اسلام است، این بر علیه خود من ساخته شده، از من میخواهند از نماز خواندن سوء استفاده بکنند. اگر غیب میدانست میگفت من نمیام، چرا شما چنین کاری میکنی؟ ولی رسول الله غیب نمیداند، الله بهش تذکر میده، آیه نازل میکند. لذا الله میفرماید والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، آنانی که گرفتند مسجدی را، مسجد را به منظور چی؟ ضرارن، به منظور ضرر رسانیدن، و کفرن، به منظور کفر. این چهار تا مفعول لهو هستن، به خاطر کفر، و تفریقم بین المؤمنین، به خاطر تفریق و جدایی بین مؤمنان، و چهارم و ارسادن و کمینگاهی لمن حارب الله و رسوله، برای ابو راهب، ابو عامر راهب، اون کسی که محارب خدا و رسول هست، من قبل، از قبل، یعنی با خدا و رسول جنگ دارد، میخواهند مرکز فعالیتی و سنگری برای او درست کنند. و
وقتی که پیغمبر گفت شما به این منظور مسجد را درست کردید، الله تعالی می فرماید اونا قسم می خورند ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، آنها سوگند یاد می کنند که ما اراده نداشتیم مگر حسنا، اراده خوب. الله رد می کند والله یشهد انهم لکاذبون، الله گواهی می ده اینها دروغ می گویند. لا تقم فیه ابدا، این حکم مسجد ضرار است. الله می فرماید هرگز اونجا نیست، اونجا قیام نکن، اونجا نماز نخوان. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، الله می فرماید اون مسجدی که اساس گذاری شده بر تقوا از روز اول، احق ان تقوم فی، سزاوارتر است که در آن مسجد بیستی، اون مسجدی که مقتدیهای مخلصی دارد. فیه رجال، در آن مسجد مردانی هست، مقتدیانی هست، یحبون ان یتطهروا، آنان پاکیزگی را دوست دارند، طهارت را دوست دارند، هم طهارت ظاهری را هم طهارت باطنی را، هم طهارت از نجاست های ظاهری هم طهارت از شرک. والله یحب المطهرین، الله عز و جل چنین پاکی کنندگان را، چنین پاکی زگان را دوست دارد. پس الله می فرماید شما در این مسجد بیاید نماز بخونید. این مسجد کدوم مسجده؟ بیشتر مفسران معتقدند این مسجد مسجد قبا است. لمسجد اسس على التقوى، چون که در همین محله بود، از روز اول اساسش بر تقوا است، مقتدیانش با تقواند، پاکند، هم از شرک پاکند، هم از بقیه آلایش ها پاکند، هم از نجاست ظاهری پاکند، و الله پاکان را دوست دارد. والله يحب المطهرين، بهتر ما پاکی را تفسیر بکنیم اونطور که معروف است. بعضی میگویند که پاکی فقط پاکی که در وقت استنجا و وضو بود، اون هم درسته، اما تفسیر عام بکنیم همه نوع پاکی، اول پاکی از شرک، از کفر، از نفاق، از بغض، حسد، کینه، بقیه امراض قلبی، و بعد بیا به نجاست های ظاهری، بقیه نجاست ها، پاکی از اونها. والله يحب المطهرين، الله چنین مطهرین را دوست دارد. بعضی دیگه معتقد منظور از این مسجد النبی هست، خود مسجد النبی، اینجا نماز بخوان که از روز اول اساسش بر تقوا است. الا ای حال، هر دو میتونه مستاق باشه، چون هر دو اساسش بر تقوا بود، هر دو مقتدیانش مخلص بودن، رجال یحبون ان یتطهروا بود. لذا الله تعالی اکنون مقایسه می فرماید افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر، آیا اون بنایی که اساسش و بنیانش گذاشته شده بر تقوا، بر خدا ترسی، از روز اول بر اساس خدا ترسی بنا شده از جانب الله، تقوا من الله، ترس از خدا و رضوان و بر اساس رضای خدا، آیا این بنا خیر هست، بهتر است؟ ام من اسس بنیانه، یا اون بنایی که اسس بنیانه، اون انسانی که بنا را نهاد، ام بنا او من اسس، بنای اون انسانی که اسس بنیانه، بنا نهاد، اساس گذاشت بر چی؟ علا شفا جرف، بر کناره پرتگاه، شفا کناره، جرف پرتگاه، پرتگاهی که هار در حال سقوط باشد، یعنی در شرف سقوط باشد، و انسان کنار اون پرتگاه بیسته، کجا میندازه انسان را؟ فنهار بهی فی نار جهنم، می اندازد او را در آتش جهنم. اینکه بر پرتگاهی الله تعالی کار اونها را، نفاق اونها را، ساخت مسجد اونها را تشبیه میده به یک پرتگاهی که انسان را تو جهنم میندازه.
آیا کدوم بهتر است؟ مسلمه اونی که بر اساس تقواست. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله تعالی چنین قوم ظالمی را هدایت نمی فرماید. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، الله می فرماید همواره بنای آنها، بنایی که اونها بنا کردند، ریبة في قلوبهم، ریبه یعنی سبب ریب، سبب شک و نفاق خواهد بود در دلهایشان. الا ان تقطع قلوبهم، مگر دلهایشان تک تک بشن، یعنی بمیرن. تا زنده اند این سوزش و آتشش در دلهایشون خواهد ماند. والله علیم حکیم، الله هر چیز را میداند و کارهای الهی و دستورات الهی با حکمت است. صدق الله العظیم. من فیض مولانا الغفور قرآن رب العالمین جاء لنا مبرس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل